با درود خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز، خوبین، خوشین، سلامتی. الان فکر کنم صدا خوبه. این میکروفونه باید بیاد تو صورتمون تا شما بگین صدا خوبه. من حقیقتا امروز نمیخواستم بیام جلو دوربین. یه صحنه ای دیدم اصلا مو به تنم سیخ شد. نگاه کنی، نگاه اینو، اصلا آدم میگه ایران اینو موشک زده به اسرائیل، اونو بلش کن. ایران یعنی این طرف یه چیزی ساخته، اصلا غیرت ایرانیت میزنه بالا. دوچرخه روش فرمون گذاشته، با فرمون میره. دو سه تا هم دارم براتون. رو نیسان ساختم تو روستای کوهین هم چی اینا رو بولم بهتون نشون بدم، عشق کنیم، یعنی اون غرورتون بزنه تو حلقتون. بریم اولین دوچرخه رو ببینیم با هم. ببین اصلا امروز در خدمت آقای جعفرنیا هستیم با این طرح دوچرخه جدیدشون که فرمون ماشین رو نصب کردن. آقای جعفرنیا، این چقدر هزینه شد اینو انجام دادی فرمون رو؟ او یه نه الان در درجه 500. این آقای جعفرنیا نابغه است و اینجوری نگاه نکن، فرمون رو نگاه کن با چه علم پیچیده‌ای به دوچرخه وصل کرده آقای جعفرنیا، چون دوست داره اسمش رو بگیم. گفته بعد لامستر اصلا. شما تیپ رو ببین، آقای جعفرنیا رو ببین، اونا رو ولش کن، دوچرخه رو ببین. حالا ببین چی میره. 500 تومن هزینه شده فرمون ماشین رو گذاشتن روی دوچرخه. آقای جعفرنیا دمت گرم. یعنی ما دکتر حسابی داریم، نمیدونم فیروسی داریم، آقای جعفرنیا داریم. از این به بعد باید اینجوری بگیم دیگه. آقای جعفرنیا یک مختره هستن که به این صورت رانندگی کن. آقای جعفرنیا میتونید باش رانندگی هم بکنید؟ میرید باش. خب برید، چون من فیلم میگیرم ازتون. برم بفرمایید. سوار شید آقای جعفرنیا. سوار شید ببینن دوستان. آقای جعفرنیا میخواست همینجوری بره. این دعاشمونم یه جورایی انگار اسکل کرده آقای جعفرنیا. میگه برم، میگه برو، معلوم بود یعنی میخواد الان یه سوتی بده. به سلامت، مراقب باشید، خداحافظ. هنر نزد ایرانیان است و بس. بله، به همین راحتی آقای جعفرنیا یه دونه دوچرخه درست کرده با فرمون. حالا شما اینو بیا تو آلمان اگه تونستن، نمیتونن، کار هر کسی نیست. راست میگه. فشد چی؟ دکتر حسابی فردوسی، آقای جعفرنیا، یادتون باشه. حالا بریم بعدی، نیسان براتون دارم. چه نیسانی؟ نیسان یکو بریم. این یارو که نشسته پیشش، اینو شما داشته باشین ببینین تا کی میمونه. یارو چسبیده اینجاش، با تیر و تخته درست کرده. چوب درست شده. شما حساب کن پرایدای ما، دیدی که دوچرخه بهش میزنه له میشه، راننده و شاگرد و اینا همه میمیرن. حالا حساب کنید این از چوب ساخته شده، گازش هم داره میگیره و دبرو که رفتیم. یعنی مقایسه میکنم با اصلا کشورهای اروپا، نه آمریکا، نه همین دبی بود چند وقت پیش سیل اومده بود داشت کلا از میبردش، از بین میبردش. مثلا توالت درست کردن، نمیدونم برای اینکه صدا تو کسی نشنوه، صدای خودتو نه، صدای اونجا رو کسی نشنوه، دکمه گذاشتن کم و زیاد، نمیدونم چی کار کنی چی کار نکنی. ما آقای جعفرنیا فرمون دوچرخه درست میکنه، این آقا مینی نیسان درست میکنه. چیز دقت کنین، یک صدای موتورشو داشته باشین، دومن مثل اینکه مردم گفتن آقا این ویدیو چیه، تا راه افتاد تموم شد، این نیسان کار نمیکنه، اینا بهش برخورده.
یه ویدیو دیگه هم گذاشته تو فضای مجازی به نام نیسان آبی دو، مینی نیسان آبی دو. یه صدای سوتی تو موتورشه، یعنی این رفت و اومد پشتش که اون دو نفر مثل این که تو راد زدن رو در دیوار میاد، یه صدای سوتی تو موتورشه، یعنی آقای جعفرنیا رو باید یه زنگ بزنه اون پاشه با دو چرخه فرموندار بیاد که این ماشین این باره نگاهی بکنه. یه جورایی دل آدم میسوزه، انگار مثلا ما قرن هفت قبل میلاد مسیح زندگی میکنیم، تمام دنیا مثلا 2024 هن، ما قرن هفت قبل از میلاد مسیح، همچین چیزهای خدایی کرکوپر آدم میریزه. وسیله نقلیه خطرناکی، یعنی صدا میده، از چوب ساخته شده، در نداره. من نمیدونم یعنی دارن میرن خونه آقای جعفرنیا، حالا اینا رو ولش کن. یه چیز خنددار میخوام بهتون نشون بدم و برنامه رو تمامش کنم. میگم امروز فقط به خاطر این دوتا ویدیو اومدم. یارو چاقه، شب خوابیده، صبح بیدار شده، پشت سرش کلمه الله در اومده، یعنی چاپ شده با پوستش، حالا نشونو نمیدونم چجوری توضیح بدم. بعد صداشم قطع کردم چون ممکنه کپی رایت داشته باشه. ملت خودشونو کشتن، صبح تا شب کارش شده میره در خونه این در خونه اون حاجت میده. اون یارو نه که فوت میکنه میگه پو 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 پو. اون نه، این یه چیز عجیب غریبیه، توضیح ندم بهتره، خودتون ببینین. صداشو قطع کردم. این بس که چاقه، نمیدونم چیه، حالا یه چیزی خورده تو سرش، نمیدونم چی، این چاله چوله اینجوری اومده تو سرش، کچل هم هست، میگن خدا پس گردن این زده الله. خدا کسی که مثلا به قول اینا دنیا رو ساخته، کهکشان و این و اون و این همه کار کرده، من هنوز اینو نفهمیدم، همه جا رو بل کرده پس گردن این اسم خوش رو زده. خود چه کاریه، می اومد قشن وسط آسمون یه الله می زد، هممون اعتقاد می آوریم. یا مثلا این همه کار کرده بعد منتظر یکی بگوزه روزش باطل شه، نمازش باطل شه، چه وضعی او فدات شم قیافه رو بفهم. این حاجت میده، ملت هم وای میسن حاجت بگیرن. آره اومدم این دو سه تا ویدیو رو بهتون نشون بدم، گفتم تو تنور داغه اینا رو با هم ببین، نیسان و آقای جعفرنیا رو جدی بگیرین. یه چند سال دیگه اینا میرن تو اپل ببین. آها اینو اپل 2026 میگن هولوگرام اصلا میخواد دیگه، تموم شد اینجوری علو ملو کنی، هولوگرام میاد جلو حرف میزنی طرف رو میبینی. اینا ما مینی نیسان جدید ساختیم. تا برنامه بعد، بای بای.